سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. استاد خالدی، چیزایی را که مطرح شد شما تفاوت نظرتان حال مشخص است. یعنی بیس قومیت، یعنی دولت بر بنای قومیت، چیگونه چرا ایجاد شد؟ ما شما فکر کردم آقای مامون که ما این سیستم راجع به مشکلات فعلی افغانستان که در مقابل دولت طالبان صحبت میکنیم و ما راه پیدا میکنیم اجازه بدین که چگونه ما میتونیم اقوام برادر افغانستان، تاجک، پشتون، هزاره، ازبک که با یک نظام دیکتاتوری مذهبی افراطی مانند طالبانی توافق ندارن، ما راهش بسنجیم که چگونه در کنار هم میتونیم امو چیزای وجود مشترک پیدا کنیم که همراه ازیا بتونیم ما راه حل پیدا کنیم اما این متاسفانه آقای لرداد تحلیل سرچشمه های مشکلات بسیار مهم است برای نسل امروز. وضعیت فعلی شهر معلول است. ما یک مقدار با علت ها چیز روشنی بیاندازیم. بالاخره ای ریشش با کجا می رفته؟ ایخ یک شبه پیدا نشده ای مثلا. یک شبه پیدا شده متاسفانه آقای مامون. ما یک اعتراض که ما در افغانستان یک تعداد سر مردم سر پشقل بالا شدن کشمیر دیدن و یا شروع کردن به نحیه کردن، نفیه کردن و تخریب هر چیزی که در این مملکت است، خراب کردن، شکستاندن مگه اصطلاح آقای پدرام استفاده کنم، کشانیم سمبولای ملی رو بشکنانیم. این رو آقای پدران با وضاحت میگه. نه منظورتون این سمبولای چیست؟ سمبولای ملی چی است منظورشون؟ اینه میره میخواستم برتون سمبولای ملی چیست اینجا؟ هویت مردم افغانستان، هویت دولت افغانستان است، هویت ملت است و نامی مملکت است، ملیتی مملکت است، زبانی مملکت است. این بشکنان از این مملکت چیزی نمیمونه و در حالت قرار میگیره باز هر کس، هر دست خارجی، هر دست داخلی، هر استخبارات خواهیت کردین هر چی میشه. شما فراموش نکنین آقای لرزاد وقتی میرویسان اوتکی شیرازی مملکت مان، وقتی احمدشاه عبدالی شیرازی مملکت مان، این دولت ساخته شد. این دولت یک هویت مشخص به خود داره، هویت افغانیست، افغانیت، اسلامیت و عناصر فرهنگ خراسانی دی شامل است. در هویت زی ما اسلام سنی دی داریم، حنفی داریم که حاکم است در این مملکت. هویت مردم، اکثریت مردم افغانستان که هویت پشتوناس در اینجا در دولت منعکس است و فرهنگ خراسانی در اینجا حاکم است در این کشور، در مقابل ایران، در مقابل هند، در مقابل تاجیکستان و ازبکستان. یا این متفاوت است، یک فرهنگ متفاوت است. بنابراین ما یک کشور مستقل هستیم با هویت مستقل خود و اگر امان‌الله خان کوشش میکنه این هویت مستقل خود پالش کنه، پالش بده، به حساب آقای سخنای آقای لالزاد ملت سازی کنه، کار درست میکنه، کار درست انجام میده. ما یک بخشی از زبان مردم، زبان اکثریت مردم این مملکت هیچ انکشاف نکرده، زبان پشتو. این اگه میخواه کورس ایجاد کنه احمد باتش برکر، این چی گناه داره؟ چرا سر مردم دیگه قیامت رخ میده؟ ما همه زبان دری در این مملکت ریشه های بسر عمیق داره، تاریخی داره، از گذشته زبان تفاهم ملی بوده. او هیچ خطری برای او ایجاد نمیکنه. فقط بر خود ملت پشتون حق دارن که زبان. آقای از صحبتهای آقای لرزاد میخواییم فهم که اصلا با کلمه پشتوی مخالف موافق نیست. فکر میکنم که شاید کلمه پشتو رو به انگلیسی ها ساخته باشن دیگه، بر نظر جا یک کس باید ساخته باشه دیگه کال سر چیز میبن.
کلمه افغان به خاطر در اینجا استفاده میشه که اینجا عربا آمدن این خو اصلا کلمه افغان از زمان از سانسکریت گرفته شده، از آپاگان گرفته، از آواگان گرفته شده، از او زمان است، در نوشتای کوشانی است، از او زمان آمده. با اجازه بدین باید بگویم عربا که وقتی که میاین و خب فی ندارن، چی ندارن؟ پی ندارن، اپگان فی از استفاده کردن و این افغان گفتن و از زبان عربا خب این سال 560 چند میلادی بود این فارس ها و ترک تبار ها همین افغان گفتن.